دو ماه از آغاز دولت پزشکیان گذشت و حالا بسیاری از وعده‌های اقتصادی و اجتماعی او همچنان تحقق نیافته است. مردم نه تنها شاهد هیچ گونه بهبودی در وضعیت معیشتی خودشون نبودند، بلکه روز به روز با افزایش قیمت‌های نان، مرغ، لبنیات و حتی مسکن درگیر فشارهای بیشتری شدند. آیا دولت به وعده‌های خودش عمل خواهد کرد؟ یا همه تنها در حد شعار باقی خواهد موند؟ برای بررسی عملکرد دو ماهه دولت پزشکیان و پرسش هایی که بی پاسخ موندن دعوت کردیم از آقای فرباد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی. آقای رضانیا، با سلام و خوش آمد به شما. در رابطه با همین وعده های اقتصادی پزشکیان طی دو ماهه که روی کار اومده، میخواستیم از شما بپرسیم که چی بوده و ارزیابیتون از وضعیت تورم و اشتغال یا قیمت ها در این دو ماه چی هستش؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه کانون های شورشی در سرتاسر کشور. بله، دو ماهی که هموطنان یادشون هست که این پزشکیان با کلی وعده و وعید توی این سیرک انتخابات شرکت کرد. مهمترین شاید اینکه صلح و نمیدونم از این حرفا که مستقیم وارد جنگ شدن، حالا در زمینه اقتصادی هم همینطور. ولی از همون روز اولی که وارد کار شد، در حقیقت ماهیت مزدور خودشو به عنوان مزدور خامنه‌ای نشون داد. از همون روز اول دور برداشت برای گرون کردن، برای بالا بردن قیمت بنزین، که همین فقط شروع صحبت در مورد بالا بردن قیمت بنزین یا دور برداشتن برای بالا بردن قیمت بنزین موجب بالا رفتن قیمت‌های اقلام مصرفی در بازار هم شد، از لبنیات، از گوشت، مرغ و سایر چیزها. سقوط بازار بورسش کماف سابق ادامه داره. قیمت دلار بالا رفته، حدود 64 هزار تومان اگه که آخرینش رو که من دیدم، و نقدینگی همینطور به طور خیلی سریع و شتابان داره رشد میکنه. یه نکته ای که در مورد این پزشکیان قابل توجهه این که علی‌رغم همه وعده و وعیدهایی که در طول این چیز سیرک انتخاباتیش داد، ولی به این نکته خیلی علنی اشاره کرد که هیچ برنامه‌ای نداره غیر از برنامه ولی فقیه. همون حرفایی که هرچی ولی فقیه بگه همون هست در حقیقت، و شاید تنها حرف راستی که توی این سیرک انتخاباتیش و توی این سخنرانیش داد دقیقاً همین بوده. و در عمل هم می‌بینیم که همین هست، که همینطور که گفتیم سیر صعودی قیمت‌ها ادامه داره، نقدینگی شدیداً بالا میره، تورم رو بالا میبره، و از طرف دیگه حقوق‌ها پرداخت نشده، حقوق‌های بازنشستگان که قرار بود همتراز بشه هنوز همتراز نشده، اعتصاب ها و اعتراض های مردم در گوشه و کنار کشور همینجوری ادامه داره. کاری که رژیم میکنه در عوضش قیمت مسکن بالا میره و رژیم در عوضش مشغول تخریب کردن خونه های هموطنانمون در پاشه شهرهای بزرگ است. و این کارنامه در حقیقت کارنامه دو ماهه پزشکیان هست که میشه گفت در حقیقت ادامه سیاست های دولت، ادامه روند دولت قبلی و دولت های قبلترش هست به من. بله آقای رضانیا، ما قبلا هم با هم صحبت کردیم در رابطه با فسادی که در نهادهای حکومتی هستش. حالا می‌خواستیم ببینیم که این فساد در نهادهای حکومتی که عامل اصلی افزایش قیمت ها هستش،
این الان تو این دو ماهه به عنوان کارنامه دولت پزشکیان شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، همینطوری که گفتین، اینو فقط یه اشاره کوتاهی من بکنم به این که هر حکومتی، هر جای دنیا زیاد هست از این حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های غیر دموکراتیک، حکومتی که پاسخگو نباشه به مردم، حکومتی که سیستمی که آزادی بیان نداشته باشه، آزادی مطبوعات نداشته باشه، مردم آزادی اعتراض نداشته باشن، به سمت فساد میره. ولی درجاتش مختلفه. حالا توی هیچ کدوم از این دیکتاتوریایی که امروز وجود داره یا قبل از این وجود داشته، هیچ کدومش نیست که توی قانونش و توی قانون اساسیش نوشته باشه که اساساً این حکومت، این رژیم به مردم پاسخگو نیست. این فقط مخصوص رژیم آخوندیه که در قانونش، در قانون اساسی، در قانون ولایت فقیه هست که آقای اصلا به مردم پاسخگو نیست، زندگی مردم اهمیتی نداره. اینه که فاسدترین فی الواقع از نظر دستگاه اداری، از نظر توی اقتصادش، توی سیستمای اجتماعیش فاسدترین حکومت تاریخ هست احتمالا. یعنی هیچ حکومتی نیست که اینقدر وقیح باشه که رسما بگه که ما به مردم اساسا پاسخگو نیستیم. ولی این خاصیت رژیم آخوندی هست. حالا در عرض همین حکومت میگم پاسخگو نیست، یه نمونه که همین یکی دو روز گذشته مطرح شد، این که علی ربیعی جلاد، بازجو، دستاندرکار، شریک در قتل زندانیان سیاسی در دهه 60، معاون وزارت اطلاعات، وزارت بدنام اطلاعات رو میاره به عنوان معاونش در امور اجتماعی منصوب میکنه. تمامه، حالا این جز بدنامتریناشون، بقیهشون هم البته خوشنامتر نیستن، ولی بقیه رو هم که نگاه کنین همون دستگاهه، همون به اسم وزیر، حالا البته اینا همه مزدورن، هیچ کدوم در حقیقت وزیر و وکیل نیستن، ولی همونایی که در کابینه، در دولت رئیسی بودن، همونایی که در دولت احمدی نژاد بودن، همونایی که در دولت روحانی بودن، حالا چهار تا شاید میشه گذاشتن اصلاح طلب یا اصولگرا، میبینیم که همون نفراتن، همون سیستم، همون فساد، و فقط اسمشو عوض میکنن، به دزدی و چپاول و فساد ادامه میدن، ناکارآمدیشون به طور دائم بیشتر میشه و کشور و مردم رو در تنگنای بیشتر در حقیقت قرار. بله آقای رضایی، شما اشاره کردیم به وضعیت اقتصادی دولت رئیسی، حتی علت چیه که اوضاع اقتصادی کشور مثلا با روی کار اومدن پزشکیان نسبت به همین دولت رئیسیش تغییری شاهدش نیستیم؟ بله، خدمتتون که عرض کنم، این حکومت ولایت فقیه هست، چه در زمینه و ولی فقیه اول و آخر این رژیم هست، در زمینه سیاسی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اقتصادی و در تمام مسائل. حالا در زمینه اقتصادی معمولا خیلی از نقش اهریمنی ولی فقیه صحبت نمیشه، ولی واقعیت اینه که تمام شریان‌های اقتصادی کشور، کنترل تمام شریان‌های اقتصادی کشور، کنترل درآمدهای نفتی، گازی، درآمدهای کشور، همه در کنترل کامل ولی فقیه هست و سرمایه‌های کشور در عرض 40 سال گذشته صرف سرکوب مردم، صرف گسترش تروریست در منطقه، صرف جنگ افروزی و صرف پروار کردن آخوندهای حاکم شده، و این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا روزی که این حکومت به دست توانای مردم ایران سرنگون بشه. و اینه که این دولت‌ها اومدن، رئیسی یا پزشکیان یا بقیه این مزدوران و به قول خاتمی تدارکچی‌ها، تغییری نه در سیاست‌های اقتصادی نه در سیاست‌های دیگه رژیم میده، بلکه در 40 سال گذشته این روند سقوط اقتصادی کشور و فقر و فلاکت
به طور دائم ادامه داشته بدونی که ربطی در حقیقت تغییری با اومدن یا رفتن این یکی موضوع یا اون یکی موضوع به اسم رئیس جمهور درش ایجاد بشه. بله، با تشکر از شما آقای رضانیا که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. تشکر میکنم، وقت شما بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.